با درود بیکران به شما یاران و همیهنان انقلاب ایران پس از گذشت بیش از یک ماه با وجود سرکوب نهادهای امنیتی رژیم همچنان در اوج خودش قرار داره و لرزه ناشی از این همصدایی مردم ایران پایبست سست رژیم آخوندی رو در آستانه یک ریزش اساسی قرار داده اما شب گذشته و در پنجمین هفته این انقلاب تناقضگویی های فاحش رژیم درباره شمار قربانیان آتشسوزی ابین خبری هست که در این ساعت قراره به اون بپردازیم در ادامه خبرهای امروز به جنجال دوباره گروه هکری آنالیموس هم خواهیم پرداخت که با حک کردن دوربین های امنیتی رژیم لطمه جبران ناپذیری رو به حکومت در حال مرگ آخوندی وارد کرده و اما در یکی از جنجالی ترین خبرها آخوند حکومتی و نماینده خامنه ای درخت جمهوری اسلامی رو در حال ریشه کن شدن دونسته تا انتها با ما همراه باشیم قبل از شروع مشروع اخبار این نکته رو یادآوری میکنم که لایک یا کامنت شما زیر این ویدیو به همرسانی و آگاهی رسانی این خبر به دیگر هموطنانمون کمک میکنه و با این کار شما ما رو یاری رسانی میکنید و البته سابسکرایب کانال رو هم فراموش نکنید با ما همراه باشید تداوم اعتراضات شبانه تناقضگویی رسانه های حکومتی درباره شمار قربانیان آتشسوزی اوین صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از قوه قضایی اعلام کرد چهل زندانی زندان اوین کشته شدند اما پس از دقایقی با صدور اصلاحی گفت تعداد کشته شدگان فقط چهار نفر بود دیگان محترم در خبر جزئیات حادثه زندان اوین عنوان شد چهل زندانی که ضمن عذرخواهی اصلاح می کنم چهار نفر زندانی خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی یک شن به 24 مهر در هفته پنجم در حالی ادامه یافت که در پی آتش سوزی در زندان اوین و افزایش نگرانی در خصوص سلامت زندانیان محبوس در این زندان مقامات و رسانه های حکومتی با اظهارات و گزارش های متناقض از اطلاع رسانی درباره دلیل این حادثه و میزان دقیق خسارات جانی وارد خودداری می صدا و سیمای جمهوری اسلامی شب گذشته به نقل از قوه قضایی اعلام کرد چهل زندانی زندان اوین کشته شدند اما پس از دقایقی با صدور اصلاحی گفت تعداد کشته شدگان فقط چهار نفر بوده قوه قضایی ای ایران صبح روز گذشته کشته شدن چهار زندانی و وخیم بودن حال چهار زندانی دیگر را تایید کرده بود. اندکی بعد مشرق نیوز وبسایت نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شد شنبه شب شماری از زندانیان اوین به سوی زل شمالی این زندان فرار کرده که پس از ورود آنها به میدان مین هفت نفر کشته شدند. در همین راستا دانشجویان در دانشگاه های مختلف روز گذشته ضمن برگزاری تجمعات گسترده با محکوم کردن حوادث زندان ابین مخالفت خود را با جمهوری اسلامی نشان داده و از مردم خواستند تا به جمع معترضان در خیابان ها بپیوندند. در ادامه اعتراضات سراسری معترضان شهرک اکباتان تهران شب گذشته با شعار سپاهی داعش قاتل کودک کشی و محصای ما نیکای ما ندای آزادی ما در خیابانهای این شهر تجمع کردند. معترضان در محکومیت کشدار زندان ابین شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر دادند. شهروندان معترض در تهران با تجمع در میدان تجریش تهران شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادن. در ادامه اعتراضات تعدادی از مردم تهران در خیابان کاشانی با روشن کردن آتش و ایجاد راهبندان تجمع کردند. شهروندان همچنین در منطقه های مختلف تهران و کرج از پنجره خانه های خود شعارهای علیه حکومت جمهوری اسلامی و مقامات آن سر دادند. ترزان در محله قفور سنندت شب گذشته با ایجاد راهبندان به اعتراضات شبانی خود ادامه دادند. شهروندان دیوان دره واقع در استان کردستان در خیابانهای این شهر تجمع کرده و شعارهایی از جمله زن، زندگی و آزادی سر دادند. اعتراضات جاری در ایران با قتل محسا امینی شهروند 22 سالی سقزی آغاز و پس از زمان کوتاهی به تظاهرات ضد حکومتی گسترده علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد. خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر اساس آخرین گزارش های دریافتی خود اعلام کرد که از آغاز خیزش سراسری مردم ایران تا یک شنبه 23 مهر ده 24 معترض توسط نیروهای امنیت کشته شده که از بین آنها 32 نفر کودک بودند. گروه هکری آنانیموس اطلاعات صدها دوربین نظارتی در تهران را منتشر کرد. گروه هکری آنانیموس اطلاعات بیش از 400 دوربین نظارتی در سطح شهر تهران را منتشر کرد و اعلام کرد با استفاده از این اطلاعات می توان این دوربین ها را از کار انداخت. آنانیموس دوشنبه 25 مهر در توییتی اطلاعات مربوط به این دوربین ها را در قالب یک فایل منتشر کرد که خاطر نشان کرده به کار انداختن این دوربین ها به هر طریقی بزرگترین کمک رو به مردم آزادی خواه ایران میکنه. آنانیموس پیشتر اعلام کرده بود این حملات سایبری رو در راستای همبستگی با معترضین به قتل محسا امینی توسط پلیس گشت ارشاد ایران انجام میده. این گروه که علیه جمهوری اسلامی اعلام جنگ کرده پیش در وبسایت علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی وبسایت ریاست جمهوری وبسایت صدا و سیما و سایت بانک مرکزی این کشور را از دسترس خارج کرده بود اعتراضات جاری در ایران با قتل محسا امینی شهروند 22 ساله سقزی آغاز و پس از زمان کوتاهی به تظاهرات ضد حکومتی گسترده علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد آخوند اطلاعاتی نشستیم بالای درخت تنه اصلی رو داریم میبریم آخوند دوری نجف آبادی وزیر سابق اطلاعات و نماینده خامنه ای در استان مرکزی در گفتگو با شبکه ای آفتاب صدا و سیما گفت در بدترین شرایط این حوادث اتفاق افتاد آقای مرادی چرا میگم بدترین چون ما در آستانی چند تا مسئله مهم بودیم که از همه مهمتر در آستانی بازگشایی مدارس آموزش و پرورش دانشگاه ها حوزه ها بعد از سه سال همه باید با یک نشاطی میرفتیم تو مدرسه سر کلاس دانشگاه عزتمند خوب حالا یه حادثه جزئی اتفاق افتاد یه گوشه ممکنه که مقصر بوده باشه و ممکنم نباشه ما که نمیدونیم واقعا دستگاه قضایی باید تعیین کنه هر کی مقصره ما اومدیم همین حادثه رو با تحریک بیگانگان چند برابرش کردیم هزار برابر دو هزار برابر ده هزار برابر یعنی یه عده عقده کردن کشور رو به آشوب کشیدن دنبال آشوب دنبال اقتشاش دنبال چقدر مثلا ظلم شد یه نفر خانمی به رحمت خدا رفته همینطوری معلوم نیست چی خیلی متاثر میشم خودمون نشستیم بالای درخت تنهای اصلی درخت رو داریم خودمون میبریم اعتراضات مردم ایران و بومبست های امنیتی رژیم معترضان ایرانی با شجاعت و پشتکار اولین ماه اعتراضات خودشون رو در میدانها و خیابانهای شهرهای بزرگ و کوچک این کشور در چالشی که از زمان استقرار جمهوری اسلامی در سال 1979 تا کنون برای دستگاه های امنیتی رژیم بی نظیر بوده به پایان رسوندن علا رغم برخورد شدید دستگاه های امنیتی با معترضان دستگاه های امنیتی رژیم تا کنون نتونستن اعتراضات را مهار یا گسترش دایری اون رو محدود کنند. ناکامی و سردرگمی درون نهادهای نظام در اظهارات روز چهارشنبه گذشته سید علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی در دیدارش با اعضای مجمع تشخیص مسلحت نظام قوه قضاییه و نهادهای امنیتی نظام هم که برای پیگیری وضعیت و اتخاذ تدابیر مناسب انجام گرفت مشخص بود وی در این دیدار خواستار برخورد متفاوت با شرکت کنندگان در تظاهرات شد رهبر رژیم جمهوری اسلامی بار دیگه شخصا به طور مستقیم برای اشراف و نظارت بر دستگاه های امنیتی در عملیات سرکوب مردم معترض ایران وارد عمل شد. دخالت مستقیم شخص خامنه ای در توصیه به سرکوب اعتراضات پس از آن صورت گرفت که نیروهای امنیتی با هر آنچه در اختیار داشتند برای از میدان به در کردن معترضان ناتوان شده و نتونستن صدای ایرانیان را خاموش کنند. ادامه اعتراضات آزادی خانه و حقخواهی مستمر به اشکال مختلف که ثبات سیاسی رژیم رو تهدید کرده برای خیزش جدید دستاوردهایی داشته که میتونه اون رو به یک انقلاب واقعی متفاوت با اعتراضات قبلی بشورونه مخالفان کنونی رژیم که هسته اصلی اون رو زنان با حق خواهی جهت آزادی و برابری تشکیل میدن برای رژیمی که نبردی درونی برای دفاع از اصولگرایی خودش به راه انداخته یک نگرانی ساختاری و هویتی ایجاد کرده به ویژه اون که اکنون شکاف عمیقی بین جنبش برابری حقوق زنان و طبقه متوسط و جنبش دانشجویی جامعه ایران با نظام ایدئولوژیک افراطی شکل گرفته شکافی که حتی اپوزیسیون خودی معتقد به حفظ ماهیت رژیم اسلامی رو وادار به انتقادات تند از عملکرد رژیم کرده و عوامل سیاسی و فرهنگی رژیم رو ناگزیر به بحث درباره چگونگی حفظ اون کرده اختلاف عمیق داخل راهروهای بسته رژیم باعث ظهور منتقدانی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجی سابق رژیم در برابر جمعی از عناصر وابسته بنظام در دانشگاه تهران یعنی در سنگر تظاهرات اعتراضی شد ظریف گفت حتما اشتباه میکنیم اگه فکر کنیم که میتونیم مردم رو نادیده بگیریم تصور اینکه مردم رو با خشونت میشه حفظ کرد تصوری است که خداوند به پیامبرش گفته تو هم نمیتونی مشکل رژیم جمهوری اسلامی اما اینه که یک نظام دینی مبتنی بر مجموعه ای از قوانینی هست که به اعتقاد رژیم مقدس و غیر قابل نقد یا تغییره. بنابراین حتی افرادی مثل محمد جواد ظریف اگه به مواضع مثلا منتقد البته دلسوز رژیم ادامه بدن ممکنه سرنوشتی مشابه دیگر عناصر رژیم مانند فائزه رفسنجانی دانش داشته باشند. فائزه رفسنجانی دختر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری اسلامی سابق و یکی از بنیانگذاران نظام نیز اخیرا به دستور قوه قضایی به اتهام تبانی و اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بازداشت شده محمد جواد ظریف در ظهور منتقدانی اخیر خودش حتی جرأت نکرد از برخی حقوق عمومی معترضان حمایت کنه اون از مطرح کردن خواستای معترضان اجتناب ورزید زیرا به نظر میرسه از سرنوشت دختر رفسنجانی درس گرفته باشه با این همه از آن کرد که روش و راه حلی که جمهوری اسلامی برای رویارویی با اعتراضات اخیر در پیش گرفته اشتباهه اما تصمیم گیرندگان رژیم فضیلت اعتراف به اشتباهو ندارند اونا معترضان رو در خطا و باطل و خودشون رو حق می‌بینن به همین دلیل برای حل بحران گزینه امنیتی رو ترجیح میدن و در نهایت راه حل امنیتی باعث عمیقتر شدن شکاف بین معترضان و رژیم میشه با این حال رژیم اسلامی ترجیح میده که در این مرحله سیاست مشت آهنین رو علیه مردم معترض به کار بگیره ولی همزمان بنبستی که به دلیل انتخاب راه امنیتی با اون مواجه خواهد شد اینه که هر زن ایرانی رو به یک دشمن برای رژیم تبدیل میکنه حالا هر زن ایرانی در خیابان لباس رو که رژیم میخواد به اون تحمیل کنه نمی پوشه. از این به بعد زنان ایرانی با مخالفت علنی و عملی خودشون با نوع پوشش نظام اسلامی و عدم پایبندی به اون مورد آزار و اذیت سیستماتیک رژیم قرار خواهند گرفت و به یک هدف قانونی برای سرکوب توسط نیروهای امنیتی رژیم تبدیل میشند. این مسئله سطح رویارویی رو گسترش میده زیرا آزار و اذیت زنان خشم اعضای دیگر خانواده شامل برادران پسران و پدران رو هم نسبت به عناصر امنیتی رژیم افزایش میده و اونا رو ناچار به دفاع از زنان بیش از پیش وارد میدان میکنه رژیم اصولگرای حاکم در تهران از نظر ایدئولوژیک در یک سردرگمی محض به سر میبره و دستگاه های امنیت اون هم در برابر خیزش گسترده مردم گید شدن بنابراین مقامات رژیم به بالا بردن برچسب با و اتهام علیه معترضان تا حد خیانت و توطعه متوصل شدن رژیم اسلامی تلاش میکنه تا از مقوله های ایدئولوژیک و مذهبی برای رویارویی با معترضان بهره ببره چرا که در جبهه امنیتی شکست خورده و سرکوب فزاینده در روزهای اخیر نه تنها خیزش رو متوقف نکرده بلکه دایره اون رو به یک اسیان عمومی گسترش داده شیراز جمعه 22 مهر اعتراضات به پایان این بسته خبری رسیدیم با سپاس از همراهی شما و آرزوی آزادی میهن فراموش نکنید اتحاد همبستگی و تداوم رمز پیروزی هست تا بخش بعدی بدروده